سلام به همه دوستای نازنینم. مرغ پرتقالی از اون مرغای خوشمزه و مجلسیه که طعم ترش و ملس داره. اگه دوست داری آموزشش رو یاد بگیری، لطفاً با من تا انتهای ویدیو همراه باشین. دوست خوبم، ممنونم که لایک میکنی. میتونین هم از سینه مرغ و هم از رون مرغ استفاده کنید. در ابتدا به مرغم کمی زعفرون میزنم و میذارم برای چند دقیقه استراحت کنه. یک پیاز بزرگ رو به صورت نگینی ریز خورد میکنم. اگر دوست دارین میتونین ریز تر خورد کنید. داخل ماهیتابه کمی روغن میریزم. وقتی که گرم شد پیاز هامو داخل اون کمی تفت میدم. من برای درست کردن مرغ همیشه از این روش استفاده میکنم. کمی پیازمو تفت میدم، فقط در حدی که نرم بشه. بعد به اون زردچوبه و فلفل سیاه اضافه میکنم. حدود یک دقیقه ادویه هامو تفت میدم. مرغ را از سمت روی اون روی پیازها قرار میدم. همیشه بهتره اول که روغنتون تازه هستش مرغ رو به این سمت سرخ کنید. بعد از اینکه یک طرف مرغ سرخ شد، اونا رو برمیگردونم. پیاز هم کمی تکون میدم تا طرف بعدی مرغ هم سرخ بشه. به این ترتیب وقتی که مرغ با پیاز همزمان با ادویه ها سرخ میشن، بوی زخم مرغ گرفته میشه و یک مرغ خیلی خوشتم و لذیذی داریم. مقدار سرخ کردن مرغ هم به خودتون بستگی داره. تا مرغ سرخ میشن بریم سراغ آب پرتقال. بهتر از پرتقال های معمولی استفاده کنیم که هسته ای ندارن و آبدار هستن. اگر پرتقالتون هسته داشت، حتما بعد از برش هسته اون رو خارش کنید و بعد آب اون رو بگیرید، وگرنه آب پرتقالتون ممکنه تلخ بشه داخل غذا. بهتر از پرتقال های مثل تامسون استفاده نکنید. آب پرتقال رو همون لحظه که میخواین استفاده کنین بگیرین تا تازه باشه. آب پرتقال صنعتی و بسته‌بندی هم اگه استفاده نشه بهتره، چون ممکنه که طعم غذا رو تلخ بکنه. حدوداً یک لیوان پرتقال برای مقدار مرغ نیاز داریم. با هر روشی که آب پرتقالتون رو میگیرید، پالپ پرتقالا رو بهتره جدا کنید با صافی، بعد به غذا اضافه کنید، چون همونها هم ممکنه باعث ترش شدن غذا بشه. بعد از اینکه مرغم سرخ شد، مقدار نمک لازم رو اضافه میکنم. یک لیوان آب پرتقال و یک لیوان آب جوش رو به مرغم اضافه میکنم و میذارم تا به جوش بیاد. با در بسته و حرارت ملایم یه نیم ساعت میذارم تا مرغم بپزه. برنجم هم به روش کته درست کردم. آموزش برنج دمی یا کته داخل کانال هست. لینکشو براتون میذارم. بعد از نیم ساعت مرغ رو برمیگردونم تا طرف دیگه اونم داخل سس بپزه. بعد از حدود یک ساعت باز مرغ ها رو برمیگردونم. کمی زعفرون روی اونها میریزم. میتونین مزه غذاتون رو الان اندازه کنین. اگر آب پرتقالتون ترش هستش، حدود یک قاشق سرخالی شکر اضافه کنین و اگر خیلی شیرین هستش میتونین یک قاشق آب لیمو اضافه کنین. طعم پرتقال من مناسب بود و من چیزی به غذام اضافه نکردم. اجازه میدم کمی دیگه بپزه تا سس من غلیظ بشه. دوست خوبم، ممنون میشم که اگر هنوز لایک نکردین لایک کنین و با کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت کنین. مرغ پرتقالی خوشمزه ما آماده است. میتونین در کنار خانوادتون درست کنین و از خوردنش لذت ببرید. از اینکه تا انتها همراه من بودین سپاسگزارم.